دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در پیش رو داشته باشیم، امروز جمعه 20 فروردین ماه 1395 برابر با 8 آپریل سال 2016 این برنامه از واشنگتن تقدیم به شما میشه و سالهای سال هست که ما اینجا هستیم و شما اونجا. منظور این اتاقای پشت سر ما، این باکس ها، این جعبه ها، این قوطی ها، نمیدونم هیچ وقت توجه کردید یا نه، توی هر کدومش یه تلویزیون، چند تا تلویزیون هست و نشون میده که مردم رو مشغول کردن و هر کسی فقط نگاهش به این تلویزیون ها هست. در دنیا خبرهای مختلفی میاد، پخش میشه، مردم هیجان زده میشن، دو روز که از اون میگذره هیچ اثری ازش نیست. آخرین خبری که بود از پاناما بود و اینکه یه شرکتی میاد کمک میکنه به افرادی که میخوان پولهاشون رو به اصطلاح یه جورای پولشویی کنن، مالیات ندن و اینها، و اسامی 138 نفر اگه اشتباه نکنم از سیاستمداران دنیا پخش شد و به اصطلاح در موردش هم خیلی بحث و گفتگو هست. و طبق معمولم یه اتفاقی که میفته، آمریکایی میگه که این کار روسیه است، میخواد ما رو خراب کنه، روسیه میگه کار آمریکاست، ایران میگه کار هر دوشونه، کار همشونه، و بیچاره ملت هایی که اینها پولهاشون رو میخورن و میکشن بالا. و دیروز بود، جالب بود، آقای برنی سندرز در نیویورک بود و میدونه که ایشون اصلش توی نیویورک دنیا اومده، بعد رفته ماونت ورمونت. در هر صورت اونجا صحبت میکرد، یه حرف خیلی قشنگی رو زد که نمیدونم، متاسفانه من و شما یا خوشبختانه من و شما توجه میکنیم، متاسفانه اونهایی که این همه پول جمع میکنن توجه نمیکنن. و اون این بود، میگفت که 1% ها، منظورش به 1% آمریکایی ها بود، میگفت این همه پول رو برای چی میخواین؟ حساب کنید آقا 100 سال زنده هستی، سالی اینقدر احتیاج دارید، خب بس دیگه، باقیش رو برید بدید به دیگران، کمک کنید، جای قشنگ بسازید، جای زیبا بسازید، ملت رو از گرسنگی نجات بدید و الی آخر. ولی متاسفانه گوش شنوایی نیست. اجازه بدید تشکر کنم از منوچهر عزیز که هر وقت همین دو خط رو برای ما می‌نویسه اشک ما رو در میاره. آقای سوربی سلام، چکی نامبلغ یا با مبلغ اینقدر می باشد برای ماهای اپریل، می، جون تقدیم، فکر کنم تقدیم برادرم یا تقدیم مردم، و آرزو دارم زندگی به کامتان باشد، برقرار باشید. منوچه جان، من ازت ممنونم. ای کاش ما 100 تا بیننده متعهد مثل شما داشتیم که بدون اینکه من شما رو دیده باشم، شما تو رو دربارسی قرار بگیری یا اجباری بالای سرت باشه بگیم اگر این حمایت رو نکنی برقت قطع میشه، آب خونت قطع میشه، گازت قطع میشه، تصویر تلویزیونت قطع میشه، خودتون مثل یک بیننده متعهد عمل میکنید. من به نوبه خودم از شما ممنونم. همچنین تشکر کنم از آقای شاهرخ احکامی و همکارانشون که سالهای سال هست این Persian Heritage یا میراث ایران، میراث ایران رو چاپ میکنن و این مجله مجله خوبیه به چند دلیل که اگر شماها بگیرید عضو بشید، هم فارسی نوشته از این ور، هم از این ور انگلیسی، یعنی شما اینو اگه داشته باشی بذاری تو خونت، بچت، نوت هم بیاد نگاه کنه، اون هم میتونه ازش یک چیزی به اصطلاح بفهمه و درک کنه و بخونه. ببخشید ما جا به جا میشیم، یه وقت فکر نکنید که ما صدا در میاریم، صندلیمون خرابه، صندلی نوها، باورتون میشه 3 ماه 4 ماه نیست صدا میده. حالا میدونم همتون میگید وزنت زیاد شده باید وزن کم کنی، نه، جنسا خراب شده. اون وقتا یه چیزی میخریدی 30 سال کار میکرد، بعدم تازه میدادیش به بسرت، به دخترت، حالا یه چیزی که میخری 2 سال بعد داغونه، اصلا با بندازیش بیرون. این هم از این ماجرا. و تشکر کردیم از دوستان قبل از برنامه، من برنامه دوستان جدا شده از مجاهدین بود و
ببینید، بشنوید صحبت های اینها رو. و واقعا من بارها خواستم از سازمان مجاهدین بیان، ولی هیچ کدومشون به اصطلاح این شهامت و شجاعت رو نداشتن. بیان آقا ما دروغ میگیم، اینها دروغ میگن، شما حقیقت رو به مردم بگید و منتظرتون هست. امروز آقای محمد رزاقی بودن، در یک 45 دقیقه صحبت کردن، پس از اون یک مصاحبه یا دو تا ویدیو مصاحبه کرده بودن با آقای محمد کرمی، هر دو محمدن، محمد به توان دو، و اون را هم گذاشتیم و دیدیم و به زودی روی آرشیو کانون آوا میاد و ما هم اینها را هر روز بازپخش میکنیم تا جمعه آینده. خوشحالم به دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن تبریک بگم که بالاخره یکی از شماها این رو فهمید که آقا برای اونجایی که همه پادشاهی هستن شما پادشاهی پخش کنی چه فایده، برو جایی که چند تا مخالفن برای اونا پخش کن. رادیو کیان ایران الان چند روزه که روزی 3 ساعت اینجا برنامه داره، شما هم میتونید، حتما میاد این جلو مینویسه، شما هم میتوانید، بذارید ببینم، بله این شماره 8، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خیلی ساده است. از اون به اصطلاح مهمتر، امشب آقای رضا صادقی که خواننده و نوازنده و فکر کنم شاعر و آهنگساز و اینها باشه، امشب در لیزنر آدیتوریوم، در یعنی چند تا بلاک، این 18 است، خونه رئیس جمهور 16 است، دو تا بلاک، یعنی پیاده شما میتونید برید وایت هاوس، کاخ سفید، اونجا برنامه دارن، برنامه خوبی هست، برای اولین بار هست تو آمریکا، فرصت رو از دست ندید و برید اونجا، هم جای قشنگ و خوبیه، هم اینکه این برنامه به نظر من برنامه خوبی خواهد بود. رضا صادقی امشب در واشنگتن لیزنر آدیتوریوم. الان چند روز هم هست که ما آگهیش رو بین تمام برنامه‌ها پخش می‌کنیم، حتی امروز هم می‌ذارم پخش بشه، حالا یا آخر شب اگر رسیدم برگشتم عوض ورش می‌دارم یا می‌ذاریم تا فردا پخش بشه، اشکالی نداره. رضا صادقی امشب در واشنگتن، بذارید عکسش هم بهتون نشون بدم، و لیزنر آدیتوریوم میتونید از خود اونجا تیکت بخرید، میتونید با آقای آرمان شهبازی تماس بگیرید، میتونید از فروشگاه های ایرانی بلیت بخرید، یعنی این دوستان همه کارها را انجام دادن که شما دیگه نگید ای بابا بلیت گیرم نیامد، دور بود، اینجور بود، اونجور بود، و این هست شماره تلفنشون. یه کمی با رنگای بهتری اینها انتخاب کنن، مثلا با سفید توی سیاه نوشتن خوبه، ولی با این زرد کمرنگ این پایین نوشتن 571 خب پیدا نیست. برنامه ساعت 8:30 شروع میشه، خیلی کار خوبی کردن که نذاشتن 6-7، برای که مردم سر کار هستن تا بیان منزل یه دوشی بگیرن و بعضیا یه چرتی هم بزنن و یه چایی بخورن، یه آبجوی بخورن، سوارشن برن اونجا، 8:30 مثل شاخ شمشاد این برنامه شروع میشه. بذارید ببینم کجا بود، بله پلیر 4. و اگر اطلاعاتی میخواین در این مورد کسب کنید، شنیدم که رادیو کیان ایران میگه پیوند برقرار کنید، حالا هر کی هر چی دوست داره میتونید تماس حاصل فرمایید با شماره تلفن 571 335 1970. میدونید در کار رادیو تلویزیون این رسمه که هر کسی که میاد یه چیزی نوآوری کنه، فرق کنه با دیگران، ولی اگه شما بیای کاری رو که دیگری انجام داده بخوای انجام بدی موفق نمیشی، تازه اگه اولی موفق شده باشه شما موفق نمیشی، چون کار شما کپی هست، تقلید است، و داریم خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. این آقای کیومرث فرهومند، سرهنگ فرهومند، با وجودی که سنی ازش میگذره، از من ایشون مسن‌تره، ولی یه شور و حال و هیجان خودش رو داره و یه باوری هم برای خودش، و جالبه به من میگه آقا تو مخالف عقیده من هستی ولی میتونی تو برنامه من بیای. من هم سعی میکنم از ایشون دعوت کنم که تو برنامه‌های تلویزیون مردم با هم گفت و شنودی داشته باشیم. و اما راجع به گفت و شنود شد، بریم سراغ آقای یزدان خدا بندلو.
این اسمش خودش اصلا بحث برانگیزه، ولی یه مقاله نوشتن به نام جمهوری ایرانی. من چندین بار تا حالا چه موقعی که ایشون رو نمیشناختم، چه الان که این افتخار آشنایی به اصطلاح نصیب من شده، چندین بار در این باره صحبت کردم یعنی چی جمهوری ایرانی، و دارم این مقاله ایشون رو میخونم. مقاله روی فیسبوک ایشون هست، یزدان خدا بندلو. من به ایشون پیشنهاد میکنم هر دو روزی یه بار این رو بیارن بذارن بالا، یا اصلا اون چی بهش میگن keep on the top، بالا این رو نگه دارن و موضوعهای جدید رو زیر این بذارن. این موضوع فیسبوک یه بازی عجیبی کرده با همه، و شما هر جوری که فکرش بکنید اونها به اصطلاح برنده هستن. اولا اومده اون بالا رو با وجودی که عکس و اسم و رسم شماست، ولی انقدر صفحه رو میپوشونه، بعد برای شما انقدر جا گذاشته. حالا شما چجوری وارد باشی از این به نحو احسن استفاده کنی، دیگه اون مربوط به شما خواهد شد. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد فکر کنم 79 برنامه رو از ایران برای شما پخش میکنن. جالب، ایشون هم مثل ما که همیشه از مجاهدین دعوت میکنیم، ایشون هم همیشه از بهائی‌ها دعوت میکنه، و امروز یه چیزی برای من فرستاده بود که بهائی‌ها برای همدیگه فرستادن که به اصطلاح با ایشون تماس نگیرید. خب دوستان، این کارهایی که شما میکنید، این بهائیت رو مثل یک سازمان، مثل یک فرقه است، بذارید مردم آزاد باشن. شما چی کار داری به یه بهائی میگی که با این تماس نگی، با این تماس نگی؟ خب این که میشه فرقه. در هر صورت من دارم عکسشو اگه کسی خواست براتون بفرستم، که یه نفر نوشته به دوستان دیگه که با ایشون تماس نگیرید. یعنی شما اونجام که میری درست مثل ماجرای ولایت فقیه، یه نفر بالای سرت نگاه میکنه، درست مثل سلطنت یه نفر بالای سرت نگاه میکنه. حتما اگه شما هم مقاله جمهوری ایرانی رو خوندید از آقای یزدان خدابندلو، خدابندلو رو همه رو یک قسمت نوشتم، با وجود که 3 کلمه هست، خدا بنده لو، همه رو یک به عنوان فامی یزدان، همین فکر نمی کنم اسم این اشتباه بشه. در هر صورت من این مقاله رو میخونم، سوالاتی که برام پیش میاد مطرح میکنم. اگه شما هم لطف کنید سوالاتی که برای شما پیش اومده مطرح کنید تا من از ایشون بپرسم، و این بحث رو به صورت مونولوگ یا به صورت یک طرفه انجام ندیم که ایشون بیاد این مقاله ها رو بخونه، هم خود ایشون قبول کرده هم من میدونم که خسته کننده میشه اینجوری. ولی اگر ما بیایم جمله به جمله، پاراگراف به پاراگراف، پاراگراف به ایرانی چی میگیم؟ جمله خب سنتنس، پاراگراف چی میگیم؟ و مقاله به مقاله، هر چیزی که دوست دارید با ایشون رو به چالش بکشیم، اون موقع میشه چیزی که ما هممون دنبالش هستیم. یکی از دلایلی که موفق نشدن دوستان در هیچ رشته و زمینه‌ای، برای که یه چیزی رو می‌نویسن مثل وحی نازل، مثل کتاب آسمانی، میگن بله من این مقاله رو نوشتم، این 150 صفحه، حالا شما برو عمل کن. نمیذارن شما بخونی بگی بابا این ایراده برنامه ای رو این آقای شمیرانی، البته خب حالا ابروشو برداشته شاید یه مقدار موفق تر باشه، موها رو رنگ کرده این کلاق، بعد ابرو رو هم برداشته و آمده این بار از کانال شهرام همایون، و شهرام همایون چه برنامه جالبی رو اجرا کرده. آخه شهرام همایون دیگه الان تجربه داره، میبینه آقا این راهی رو که تو امروز میخوای شروع کنی، آقای این چون شاگرد سکویی و حخا و اینا بوده، همه چی بهش میگن بچه حخا جونیور، شاگرد سکویی، بچه مرشد، همه چی. آقای شمیرانی، آقای شهرام همایون، برو ویدیوتو نگاه کن، این ایشون شما رو رو میز تشریح تکه تکه کرد، و شهرام همایون با این همه زبلی، با این همه قدرت و توانایی صحبت کردن، نتونست از ایشون بپرسه آقا برنامه چیه. آقای شهرام همایون، شما مصاحبه رو خراب نکردی، شما کارتو انجام دادی و نشون دادی که این آقا برنامه ای نداره. میگه ما صدها میلیون دلار احتیاج داریم. گفتم ماشاءالله به این اشتها،
یکی میاد میگه اگه من 5 میلیون بهم بدن ایران آزاد میکنم، یکی میگه 10 میلیون، هر کدومشون هم یه فکری دارن. یکی میگه با 5 میلیون میرم اسممو عوض میکنم میرم هاوایی، یکی میگه با 10 میلیون میرم اسممو عوض میکنم و شکلم هم یکم عوض میکنم میرم یه جای دیگه. آقای سعید شمیرانی میگه ما صدها میلیون، وقتی هم اینجوری جمع میبندن شما نمیفهمی 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون 1000 میلیون میلیون میلیون. آقا برو دنبال کار زندگی، برو یه جایی رانندگی کن، اوبر برون، یه کاری بکن. آقا تو رو خدا مردم رو ول کنید، بذارید به حال خودشون باشن. آقا همایون دست درد نکنه، خسته نباشی. این مصاحبه‌ای که انجام دادی، من دیشب توی مجلسی بودم، یکی از دوستانمون به نام آقای جواد عزیز گفت آقا برنامه آقای همایون رو دیدی؟ گفتم نه. چیه؟ گفت آقا حقا رو آورده. گفتم حقا؟ من هفته پیش باهاش صحبت کردم، هند و چین و اینهاست، و گفته ماه جون و جولای اینا میاد آمریکا. گفت نه آقا ببخشید، بچه حقا رو آورده بود، دیدی میگن ما رو بچه ما رو اینها، و اینو چلند و گفت شست و چلند و اینجوری هم تکون گذاشت اون ور که خوش بشه. آقای سعید شمیرانی دیگه جوونم نیستی بهت بگیم آقا به جوونی خودت لطف کن، برو دنبال کار زندگیت. من آنچه شرط بلاغ است با تو گفتم، با تو میگویم ولش کن، با تو گفتم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملا. خب برنی سندرز گفت آها 1% یا دوستان 1% آمریکا هستن، یعنی 300 و چند میلیون، بعضی ها میگن 15 میلیون 20 میلیون 30 میلیون، حالا ما میگیم 300 میلیون. 1% هست که پولاش قد 99% دیگه است. باورتون میشه؟ یعنی این تو ایران آقازاده ها دارن اینجوری میدزدن و میبرن و میخورن و اینها، این یه سیستمیه که اینها که خودشون اختراع نکردن، اینها کپیه میخوان مثلا روسیه رو بزنن، کپیه آمریکا رو بزنن، میخوان مثلا مثل فلان کشور اسب داشته باشن، ببر داشته باشن، پلنگ داشته باشن. و وای به من و شما که در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. این قلم رو بزنم اینجا که خشک نشه. جمعه 8 آپریل 2016 است، خدمتتون گفتم 20 فروردین. و اما دیدید که مثلا همه میایم افتخار میکنیم آقای نمیدونم فیروز نادری یک سیارکی کردن به اسمش، هیهو هیهو. خب خانواده ایرانی در موناکو، اتفاقا من تابستون گذشته رفتم فرانسه، موناکو هم رفتم، این ماجرای موناکو هم خیلی جالبه. خانم اشرف پهلوی هم اونجا خیلی به اصطلاح ملک و منزل و اینها داشت. و موناکو یک کشور کوچولویی هست که جنوب فرانسه است، ولی کشوره و خیلی جالبه. شما با اتوبوس از نیس سوار میشید میرید اونجا و قیمتش هم خیلی ارزونه و جای قشنگیه. البته خداییش از بس شلوغه و از بس این ماشینای پولدارا و گاز و دود، و اون موقع هم که ما رفتیم این مسابقه های چیچی پریکس چیچی اونها بود، خیلی یه کازینویی هم داره و اینها، ولی خب دریای قشنگی داره و خونه های قشنگ اینها. یه خانواده ای توی ایرانی در موناکو متهم به پرداخت میلیاردها دلار رشوه نفتی شدن. رشوه درسته دوستان یا رشوه؟ ما کجا باید یاد بگیریم که این زبان فارسی ا ا او هی بخونیم هی اشتباه کنیم هی مسخرمون کنن؟ یا یه سیستمی هست که یاد بگیریم هر کلمه ای رو که دیدیم که نمیتونیم بریم تو ده خدا یا فرهنگ لغتنامه هی نگاه کنیم این بگه این بالاش فتحه است پایینش کسره است بالای این ضمه است و الی آخر ا ا او ان ان او. چه باید کرد؟ این زبان فارسی احتیاج به تعمیر تصحیح نداره. فقط اگه همین من به جای سلام به شما بگم درود ورود، به جای خداحافظی هم بگم درود خروج، مشکل اون حل شد. خنده داره وقتی به این دوستان تماس میگیرم میگم سلام سوربی هستم از تلویزیون مردم، یکم مکس میکنه فکر کنم تلفن قطعه، فکر کنم میخواد بگه سلام جلو خودش میگیره میگه درود، بعدم که میخوایم خداحافظی کنیم میگه بدرود تا درود دیگر. دوستان خدا وکیلی، اگرم خدایی نیست وجدان وکیلی، شما صبح که بچه‌تون بیدار میشه بهش میگید پسرم درود، شب که میخواد بخوابه بهش میگی پسرم بدرود تا درودی دیگر،
اگه نمیگید خجالت بکشید از خودتون، دروغ میگید به دیگران، دروغ گفتن رو کم کنید. ممنونم از این دوست ارمنی که من رو به عنوان یک معلم قبول کرده. این کلمه معلم خیلی کلمه ساده ایه و ما خیلی ساده اش میگذاریم، ولی از طرفی خیلی بار گرانی به اصطلاح میکشه به خودش. معلم کسی است که یه چیزی رو یاد یه نفر میده، یا یه چیزی رو یاد یه کلاسی میده، یا یه چیزی رو یاد یه جامعه میده. من افتخار میکنم که معلم باشم و ای کاش معلم کلاس اول باشم که این بچه همیشه بگه که این بود که اولین کلمه رو یاد من داد. من در ایران دبیر بودم، معلم کلاس 12 هنرستان بودم، 3 کلاس 12 اونجا که بعضی وقتا الان که فکر میکنم وحشت میکنم. من به اون جوانی بچه های هنرستانم همه ماشاءالله سیبیل و یال و کوپال از همه جا در رفته، امروز عکس سیبیلم بهتون نشون میدم. چجوری ما 8 سال دبیر بودیم و الحمدلله هم افتخار میکنم که نه دست به روی یکی از این شاگردا بلند کردم، نه حرف بدی به هیچ کدومشون زدم و مثل دوست و همکلاسی باشون بودم. این افتخار من. خب تشکر از منوچهر گرامی که حمایت دائمی خود را ادامه میدهد. مرسی منوچهر جان. و آقای شهرام همایون حقاکوچولو رو خیلی قشنگ ازش میپرسه آقا اوکی شما رفتی اشتباه کردی، یه مدت دنبال رضا فاضلی بودی، یه مدت دنبال سکویی بودی، یه مدت دنبال مهدی وطنخواه بودی، یه مدتی خودت بودی، یه مدتی رادیو بودی، یه مدتی این ور بودی اون ور. بعد میگی من 3 سال رفتم تحقیق کردم، تازه برگشتی به کجا رسیدی؟ تازه حالا اومدی برنامه داشتی؟ بعد میگی نه اشتباه کردم. بعدم میگی آقای نمیدونم ادیسون گفته من 999 بار اشتباه کردم، این بار ادیسون همون کار رو نکرد که درست بشه، کار جدید کرد، شما داری همون کار رو میکنی. و این بنده خدا شهرام همایون خیلی قشنگ میگه آقا شما چه کار کردی؟ چه تجربه‌ای داری؟ این چیزایی که میگی همین چیزیه که ما داریم میگیم، همین چیزیه که دیگران گفتن تازه به اینجا رسیدیم. حالا دیگه روش نیومد بگیم مثلا ما رسیدیم به اینجا که با برنامه بذاریم بریم نیویورک، برنامه بذاریم بیایم واشنگتن، برنامه بذاریم فلان سفر رو بفروشیم، فلان قابله. یادتونه این آقای خاچاتوریان میره بالا یه نردبون مینشست بیچاره زودپز و ساعت و نمیدونم رادیو و این چیزا میفروخت. در هر صورت آقای شمیرانی موفق باشی، ولی عزیزم هدفت رو هنوز تازه شما هدفم نداری، هدفت هم معلوم نیست، خیلی ویگ و پراکنده است. هدفت رو معین کن، بشین ببین برنامه چیه. قبل از اینکه برنامه بچینی باید ببینی وسیلت چیه. اگه وسیله نداری برنامه فعلا نچین، بشین فکر کن چه وسیله ای دارم. در صورت من فکر نمی کنم شما به جایی برسی و فکر می کنم اگه بری دنبال کار زندگیت وضعیت بهتر میشه. و امروز با یه دوستی صحبت می کردم، بعد درباره همین احزاب، درباره همین نوشته ها، درباره همین مقاله هایی که دوستان میشینن از عمرشون وقت میذارن مینویسن و اینها، این دوستون میگه آقا شما نگاه کن یه کارخونه یه صابون میسازه، این صابونه رو ببینید چقدر تبلیغ میکنه. نمیدونم اون خانم زنه رو میاره لخت میکنه تو وان، نمیدونم صابون رو نشون میده، صورتشو میشونه صابون رو نشون میده، موهای پاشو میزنه صابون رو نشون میده، جرمو میکشه به 100 نوع تبلیغ تا این صابونو که شما مورد نیازت هست و میری میخری هر روز بهت بیاره تو خونه بده. حالا این چیزی که این دوستان مینویسن مورد نیاز اولیه نیست. میگه ما متاسفانه تبلیغ نمیکنیم. حالا امیدوارم دوستانی هم که مثل ایشون فکر میکنن از این تلویزیون مردم استفاده کنن و تبلیغ کنن به هر نوعی که خودشون دوست دارن، تا بتونن مثل اون صابونی که میره تو خونه مردم، مثل اون نوشابه، مثل اون وسایل، اینها هم بتونن نفوذ کنن در خانه دل و فکر و مغز و هوش و گوش بیننده ها. ما اینجا این وسیله رو داریم در اختیار همه هم قرار میدیم. تا حالا نشون دادیم با همه کس میتونیم کار کنیم، مگر اونایی که دروغگو هستن. میگه آقا من پول بفرستم، هی میگی چی شد؟ میگی تو راه هست، میگه نمیدونم برات فرستادم چک به دست نرسید. نه آقا، او کشتی من نمیدونم بار نمک زده بوده، بارون اومده خیس شده، حالا وایساده وسط دریا که خشک بشه. از این مزخرفات چون ما قبلا هم زیاد شنیدیم، ما با همچین افرادی کار نمی کنیم. مرسی و سلام. صابون و تبلیغ. و اما
وقتی که با آقای یزدان خدا بندلو صحبت میکردم، یه بحثی رو ایشون پیش آورد، مسئله اقلیم، جا به جا، مکان به مکان. شما فکرش رو بکنید، مثلا توی آلاسکا زندگی میکنید، خب قولتون میدم ماشینای اونجا لاستیکاشون لاستیکای یخشکنه که توش حتی میخ هست، یا لاستیکایی که گل لاستیکش، چی میگم به اصطلاح، ترد لاستیکش نوعیه که تراکشن زیادتر داشته باشه. ولی ماشینی که تو لس آنجلسه و این صبح میخواد بره سان فرانسیسکو از برگرده، میاد ماشین لاستیک لو پروفایل میگیره که اصلا شما فکر کنید این تیوبه، برای که میدونه تو جاده های هایوی داره میره، سرعت 200 نمیدونم فلان وقتی پلیس نیست و اینجوری. پس شما فرق میکنه آقا این ماشینی که میخواد تو آلاسکا باشه، ماشینی که میخواد توی جاده خاکی یا شوسه میگیم باشه، فرق میکنه با ماشینی که میخواد تو جاده باشه. ماشینی که میخواد از کوه کمر بالا بره فرق میکنه با ماشینی که میخواد تو خیابون مسافر جابجا کنه. اونو فور ویل درایو میکنن، نمیدونم لو میذارن، های میذارن و الی آخر. ایشون همین آقای یزدان خدابنده میگه که اشتباه دوستان طرفدار پادشاهی اینه که هی میگن آقا مگه سوئد شاه نداره، آقا مگه نمیدونم انگلستان شاه نداره. میگه بابا جون اونا فرق میکنه، اون شاهش با نوعی که ما برداشتمون از پادشاهی بوده فرق میکنه. در اصل من یه بیننده داشتم سالها پیش از کالیفرنیا زنگ میزد، هی میگه آقای سوربی ما که 7000 سال پادشاهی داشتیم، البته اون میگفت که 2500 سال پادشاهی داشتیم، یه 250 سالی هم بذاریم جمهوری باشه ببینیم چی میشه. ولی آقای یزدان خدابنده میگه بابا این جمهوری اسلامی جمهوری نیست، جمهوری نیست. میگه این همون سلطنت اسمشو گذاشتن جمهوری و جمهوری رو هم خراب کرده و مردم رو ترسونده از جمهوری. ایشون حالا قراره بیاد مصاحبه‌ای رو یا گفت و شنودایی رو با من و شما داشته باشه تا این رو به اصطلاح باز کنه و ترس من و شما رو از جمهوری بریزه. این هم از این. و بریم سراغ نوشته‌هایی که روی فولدر کامپیوتر براتون گذاشتم. فولدر همون چیزی که ما بهش تو ایران میگفتیم پوشه. متاسفانه ما بین فایل و فولدر و پوشه و کاغذ معمولی اینها اشتباه میکنیم. حتی وقتی مثلا میگیم اون فایل فلانی رو بیار، فایل یه کاغذه. اینجا سوهان هم فکر کنم میگن فایل، همون اسپلش هم فکر کنم همون باشه. در هر صورت پوشه، فولدر، فایل، کاغذ، میذاریش توی پوشه. ما میریم حالا سراغ پوشه امروز. خب باورت میشه؟ بله، این عکس سیبیل رو گفتم و اینها. بیاین اینجا ببینیم که در رابطه با چی بود. صحبت از سیبیل شد، گفتم حالا بهتون سیبیل نشون میدم. این یادتونه میگن که در یادتونه که من که نبودم، شما اگه بودید، میگن در دوران رضاشاه بعضیا باج سیبیل میگرفتن، بعضی ها میگن نه این باج نبوده، این حقوق بوده، مثل یه مسابقه سیبیل هر کسی به یه حدی میرسیده و اینها. نمیدونم این شایعه است یا حقیقته، ولی این از نوع سیبیلش اینا مثل این که ایشون هندیه یا اسپانیش مکزیکی چیزی هست. در هر صورت این هم از ماجرای سیبیل و ریش و اینها. ایشون نوشته باورت میشه؟ به قول نیر خانم این روزا ما دیگه همه چی باورمون میشه، هر چی شما بگید باورمون میشه. و اما دو نفر در تیراندازی در یک پایگاه هوایی آمریکا امروز کشته شدند. اصلا اینقدر دنیا بد شده نمیذارن ما یه استراحتی بگیریم، اونجا کشته کشدار میشه، از اونجا راحت میشی دو سه روز میخوای نفس بکشی یه جای دیگه. این الان نوشته 3 ساعت پیش سایت بی بی سی نوشته دو نفر در تیراندازی در یک پایگاه هوایی آمریکا کشته شدند. پلیس ایالت تگزاس در آمریکا میگوید در جریان تیراندازی در یک پایگاه هوایی در این ایالت دست کم 2 نفر کشته شدند. پایگاه هوایی لایکلند یا اکلند در شهر سان آنتونیو در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا واقع شده است. کلانتری منطقه بکسار در سان آنتونیو میگوید شواهد حاکی از آن است که ضارب بعد از به قتل رساندن یک نفر
خودش را کشته است. با وجود این مامورین پلیس جستجو در ساختمان محوطه پایگاه را برای اطمینان از پایان برطرف شدن خطر ادامه دادند. اجساد دو فرد کشته شده در اتاقی در پایگاه هوایی لکلند یا لکلند پیدا شده است. خبری درباره هویت ضارب و مقتول منتشر نشده است. پایگاه هوایی لکلند برای آموزش نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگه اشتباه نکنم آقای رضا پهلوی هم تو تگزاس و اینها این دوره خلبانی و اینها رو دید که هیچ ازش هم هیچ وقت استفاده نکرد. و خب و اما یه دوستی برای من یه شعری فرستاده، گفته اگه میتونی دو سه تا خط و دو سه تا چیشو بخون ببینیم که من تا کجا سوادم به هم اجازه میده که بخونم. این شعر خوندن اگه یه کسی قبلا برات نخونده باشه کار مشکلی هست. دفعه اول بیای اونم جلوه تلویزیون بخوای بخونی، یعنی توی برنامه. بی خبر از همدیگر آسود خوابیدن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود. گلپایگانی هم یه شعری داره در همین رابطه، میگه تا زنده هستم برم گلی بیار، وقتی که مردم نمیدونم تاج گل بر قبر و مزار من گذاشتن چه سود. نمیدونم حالا اینم همونه یا شعر دیگه‌ای. بی خبر از همدیگر آسود خوابیدن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گل نرفتی گر نرفتی سوی او تو در زمان بودنش، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود. زنده را زنده است اکنون قدرش را بدان، ورنه بر روی مزارش کوزه گلچیدن چه سود. زنده را در زندگی باید به درد او رسید، ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن. ببینید مثلا این کلمه مشکی میشه مشکی هم میشه. مشک آب توش میبرن، مشک اون انبر رو نمیدونن بوهای خوب، و مشکی رنگ. ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود. با محبت دست پیران را عزیز من ببوس، ورنه بر روی مزارش تاج گلچیدن چه سود. یک شبی با زنده ها غمخوار باش، ورنه بر روی مزارش زار نالیدن چه سود. تا زمانی زنده ایم از هم همه بیگانه ایم، در عزاها روی هم دیگر بوسیدن چه سود. گر توانی زنده ای را یک دمی تو شاد کن، در عزا عطر و گلاب ناب پوشیدن چه سود. دوستان فرق عطر با عطر چیه؟ در عزا عطر و گلاب ناب پوشیدن چه سود. از برای سالمندان یک گل خوشبو ببر، تاج گلها در کنار همدیگر چیدن چه سود. گر نپرسی حال او تا زنده است، گریه و زاری و نالیدن برای او چه سود. سالها عید آمد و رفت و نکردی یاد من، جای خالی مرا در خانه ام دیدن چه سود. گر نکردی یاد من تا زنده ام، سنگ مرمر روی قبر من تو را چیدن چه سود. گر نپرسی حال احوال همه فامیل خود، بعد مرگش عشق باریدن و کاهیدن چه سود. بهر دور افکندن کینه تو حرکت کن کنون، فصل صلح و جشن و آیین است جنگیدن چه سود. حق هم دیگر به جا آریم و با هم به شویم، نرم و نیکو گفتگو سازیم قریدن چه سود. وقت بگذاریم بهر کودک و فرزند خویش، گر نهال الوار شد بیهود پیچیدن چه سود. این کلمه الوار توی درخت و چوب و اینا هم استفاده میکنن، درخت های بزرگ و اینا رو وقتی میبرن به اون بریده ها میگن الوار، یعنی باید یه سنی ازش گذاشته باشه. گر نهار الوار شد، همون نهال دیگه یه قنچه یه شاخه کوچولوی الوار شد، درخت بزرگی شد و اینها،
بیهوده پیچیدن چه سود، دست و دامان پدر مادر ببوییم همچو گل، گر کنی پژمرد گلها را بوییدن چه سود. اختیار مال و اموالت کنون در دست توست، بعد مردن آب در هاون کوبیدن چه سود. برگ سبزی را کنون خود تحفه درویش کن، لیک از فرزند و وارث چشم پاییدن چه سود. اینم شعری بود که این دوستمون فرستاد، خوشحالم که تا آخرش خوندم، امیدوارم این نگه ای کاش نفرستاده بودم برای سوربی، چقدر بد خوند. دوستان اگر بلدید شعری بخونید، صحبتی کنید، به نواری، به ویدیوی چیزی برای ما بفرستید، براتون پخش میکنید. و اما ثریا حکمت درگذشت، این هنرپیشه رو توی فیلم ها دیده بودیم حتما. ثریا حکمت درگذشت، بازیگر سینما و تلویزیون مونا مجتهدی، دختر این بازیگر فقید، در تماس با خبرنگار سینمایی ایسنا ضمن اعلام این خبر گفت متاسفانه دقایق پیش از بیمارستان تماس گرفتند و اعلام کردند مادرم صبح امروز جمعه 20 فروردین از دنیا رفته است. عکسش هم به شما نشون بدیم، احیانا اگر یادتون رفته ایشون رو، این عکس هایی هست که توی فیلم های مختلف بازی کرده ایشون. ثریا حکمت، این بازیگر بیش از یک دهه بود که فعالیت بازیگری نداشت و در سالهای اخیر با مشکلات معیشتی زیادی مواجه بود. اینم من والا نمیفهمم آقا خانم، حالا اگه یک کسی هنر پیشه بوده، خب این بچه هاش، فامیلش، اینا تا روزی که بر سر تاج و تختی یاران ز سعادتت برش کرد، چون با دل دنبال جنازت برش کرد، خب اینا چرا کمک نمی کنن؟ من نمیدونم، برید بزنید نگاه کنید ببینید بازیگرای فوتبال آمریکا، هنرپیشه‌های اینجا چند تاشون همین مکافات و همین بدبختی رو دارن. اینجا ما میتونیم آمریکایی‌ها رو سرزنش کنیم برای که اینجا خانواده‌ها از همون روز اول، یکیش این ور آمریکاست، یکیش اون ور آمریکا، سال تا سال تازه وقتی زنده هستن و میتونن میان همدیگر رو یه روز دو روز میبینن توی این تانکسگیوینگ، اونم همیشه معمولا دعواشون میشه. خب چرا باید این هنرپیشه از مسائل معیشتی مشکل داشته باشه؟ بله هنرپیشه بوده، باید حقوق داشته باشه، باید کانون هنرمندان چی کنه؟ حالا اینا همه نه. خب بچه هاش چرا حمایت نمی کنن؟ دامادش، نمیدونم برادرش، خواهرش، من نمیفهمم چه وضعیه. باغ وحش، والا باغ وحش خوبه، جنگل شده. خدا رحمتش کنه اگر خدایی هست، اگرم نیست که چه عرض کنم. خب دکتر محمود مصدق، نوه مصدق، در سن 80 سالگی در تهران به ملت خدمت می کند و ادعایی هم ندارد. خجالت هم چیز خوبی است که در خارج از کشور که در خارج از کشوری ها مثل من کم است. موفق باشی. من این جمله رو متوجه نشدم. خجالت هم چیز خوبی است. بله خب دیگه ببینید، این میگن پسر که از پدر کونه دارد خبر، یا یه چیزی اینجوریه. بله البته میگم تو ضرب المثل ها بعضی وقتا ضد و نقیض میبینید. یکیشی مثلا میگه خب گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. بعد یکیش میگه که مثل پدر و مثل فرزندن. و نمیدونم، بعضی هم اینه که ما صحبت کردن هامون هر جوری میخوایم این ضرب المثل ها رو توش استفاده میکنیم. ولی یادتون باشه دوستان، مصدق مرد بزرگی بوده در ایران، اولین کسی بوده که دکترای حقوق گرفته در ایران، بعد خدماتی که کرده، امروز هم در اتاق خودش در احمدآباد خوابیده، پولی هم به اون صورت نداشته. ولی ببینید اونایی که دنبال پول بودن چگونه در به در شدن توی حین زندگیشون، بعدم تازه جنازه‌شون هم امنیت نداره. کاکو جان با سلام، در برنامه قبلی دوباره اشاره به درخواست بعضی افراد که آرزو دارند در ایران خاک شوند بسیار به جا فرمودید که مگر ایران قبرستان است؟ اگر از جوانان ما که ایران را در کودکی دیدند یا اینجا متولد شدند ندرتن بخواهند برگردند،
اگر از ماها که بالای 60 هستیم که به درد مملکت نمیخوریم و به جز بار سنگین و خرج اضافه بر وطن چیزی نیستیم، آخوندها هم که به اندازه کافی مملکت را به قبرستان تبدیل کردن، پس بهتر از ساکت بنشینیم و چیز زیادی نخوریم. اگر بچه های شما حاضرن برگردن و وطن را آباد کنن، حرف دیگری است. موفق باشید و موفق باشن. ماها دست به زرزر کردن ما خوب است. موقع کار و عمل الفرار، از بزرگان این را یاد گرفتیم. تا ژن ما عوض نشود همه اینها کاسه شعر است. این هم از دوستمون، ممنونم. و بله، اون دوستی که نوشته بود که بخوام برم ایران بمیرم و اینها، گویا شیرازی هم هست. وقتی من در برنامه ایراد گرفتم، ایشون گفته بود که آقا شما پیش داوری کردی و من 10 تا کتاب درباره طب سوزنی نوشتم که برم ایران میخوام دانشگاه طب سوزنی و اینها. گفتم خب آقا شما اگه گفته بودی من نوشتم 10 کتاب از بحر طب سوزنی، من به ایران میروم آنجا و بسازم نمیدونم بیمارستانی، خب منم میمدم میگفتم به به، شما نوشتی من میخوام برم ایران بمیرم. میگم آقا مگه ایران مرده کم داره؟ من چه پیش قضاوتی کردم؟ من بر اساس داده شما، بر اساس صورت مسئله شما نظر دادم. قضاوت اینه که مثلا من میگم خب حالا اینکه گفتی میخوام برم بمیرم، هم الان بندازنش تو تابوت بفرسنش بره. قضاوت و اجرا. ولی نظر دادن، میگم به نظر من اینا مزخرف، طرف از تنهایی مثلا حالا زنشو طلاق داده، بچه هاشم این ور و بزرگ شدن رفتن آمده، شب هم یه عرق خورده نشسته، حالا یه فیلمی هم نگاه میکنه دلتنگ میشه، بعد میگه ای کاش برم ایران بمیرم. وقتی مرده که چه اینجا باشی چه ایران باشی چه فرق میکنه؟ در صورت اون دوست شیرازیمون اگر میخواد بیاد 10 دقیقه 5 دقیقه تلفن بزن، نظرتو بگو، من چه پیش قضاوتی کردم؟ من بر اساس شعر شما نظرم رو گفتم. دوستان اشتباه نکنید، نظرتون رو با قضاوت، هر کسی حق داره نظرش رو بگه، ولی قضاوت نکنید. قضاوت اینه که میرسه به اونجایی که بله آقا اینا رو باید بگیریم اینجوری کنیم، آقا اصلا این تمام تلویزیون ها رو باید بگیریم آتیش بزنیم. به تو چه، نگاه نکن تلویزیون خونه خودت آتیش بزن قشنگ، برو بشین موزیک گوش بده. دروغ میگن. حکمت‌های نهفته در کله پاچه، این رو من یه بار دیگه خونده بودم و برای این دوستم نوشتم. نه عزیز من، به این سادگی هم نیست. اگر اینها به این سادگی، این آدمای دیکتاتور می اومدن و اینها رو به افرادشون میگفتن اینها، که مملکت اینجوری نمیشد. میخوام نشونتون بدم، ولی چون فارسی نوشته ریخته به هم، ولش کنید. اینجوری من میخونم، قبول کنید که اینجا نوشته. حکمت‌های نهفته یا نهفته در کله پاچه. امروز من چند تا کلمه بهتون گفتم که میرسیم به اون کسی که از استاد زبان فارسی پرسید استاد، بعضی ها میگن گمان، بعضی ها میگن گمان. گمان درسته یا گمان درسته؟ استاد گفت به گمانم هم گمان درسته هم گمان. اینه که حالا اگه یکی یک کلمه را اعوش بالا گفت ایراد نگیریم، اگه یه مجری تلویزیونی به ضرب و شتم گفت ضرب و شتم، سر بی ایراد نگیر، بهش بنویس که دوست عزیز این ضرب و شتم هست. خب حکمت های نهفته یا نهفته در کله پاچه، نقل می کنند که روزی سفره‌ای گسترانیده و کله پاچه‌ای بیاورند. سلطان فرمود. بذارید من این بهتون نشون بدم که همین دوستونم که با فارسی مینویسه ببینه که کلمه ها چجوری میپرن این ور اون ور و ما باید چجوری حدس بزنیم. این جمله رو بخونیم. ببین دوست عزیز و گرامی، کمرای دو، بله ببین الان این سلطان فرمود حتی نقطه هم به جای این که بیا جلو دال باشه رفته پشت سلطان. سلطان فرمود، یا اینجا نوشته نقل میکنن که روزی سفره گسترانه و کله پاچه ای بیاورن. سلطان فرمود در این کله پاچه اندرزها نهفته است. سپس لقمه نانی برداشت و یک راست مغز کله را تناول نمود. سپس گفت، این کلمه سپس گفتم باید کم کنیم. بعضی ها رو وقتی میگیم جمله رو ادامه بدیم با کاما ویرگول، بعد هر دو ستایی یه دونه و سپس اینجوری بزنیم. سپس گفت اگر میخواهید حکومتی جاودان داشته باشید، سعی کنید جامعه را از مغز تهی کنید.
سپس زبان کله پاچه را نوش جان و فرمود نوش جان کرد و فرمود اگر میخواهید بر مردم حکمرانی کنید زبان جامعه را کوتاه و ساکت کنید. سپس مثلا یکیش پس از آن، سپس چشم‌ها و بناگوش و کله پاچه‌ها را همچون قبل برکشید و فرمود نمیدونم اگر بزنید کوچکش کنیم ببینیم چی میشه. برای اینکه ملتی را کنترل کنید بر چشم‌ها و گوش‌ها مسلط شوید. دوستان چشم درسته یا چشم؟ و گوش‌ها مسلط شوید و اجازه ندهید مردم زیاد ببینند و زیاد بشنوند. وزیر اعظم عرض کرد پادشاه قربانت بروم، حکمت‌ها بسیار حکیمانه بودند، اما جواب شکم ما را چه می‌دهید؟ ذات ملوکان در حالی که با دست خود را بر سیبیل‌های چرب خیش می‌کشید، با ابروان خود اشاره‌ای به پاچه انداختند و فرمودند شما پاچه را بخورید و پاچه خاری را در جامعه رواج دهید تا حکومتتان مستدام بماند. حالا خودتون دوستان از خودتون سوال کنید این کلمه پاچه خاری، من تا موقعی که تو ایران بودم اصلا رسم نبود، نمیدونم چلشت خاری یا، ولی پاچه خاری رو ما چند سالی هست، در صورت نمیدونم این کدوم سلطان بوده و چی گفته، اب نداره، بذارید بنویسن همین نوشتن ها اقلا ماها رو به هم نزدیک میکنه، همین که من بگم اون دوستمون یک چیز دیگه جدید ورداره بفرسته و اینها و ما رو اقلا سر کار گذاشته. و اما بریم دوباره اینجا، یادتونه چند روز پیش بود یا هفته پیش بود گفتم که سفر روحانی به اتریش لغو شد. اینجا نوشته علت واقعی لغو سفر روحانی به اتریش لو رفتن تدارک تروریستی سپاه در سرنگونی هواپیمایی روحانی بود. حالا اینم از بالا بلاگ، میدونید این بالاترین یه مدت اومد بالا ویزیون گذاشت، بالا شما، بالا بلاگ، بالا بلا و اینام دیگه اون بالاترین قبلی نیستن. نوشته بازرسی ویژه ریاست جمهوری که از افسران امنیتی مورد وثوق و وفادار به حسن روحانی هستن، روحانی را 20 دقیقه قبل از سفر برنامه ریزی شده به اتریش از خرابکاری عمدی در سیستم ناوبری هواپیمای حامل او خبردار کردن. قربان ما اینجا یه روز قبلش خوندیم سفری که فردا قراره بره روحانی لغو شده. این چه مزخرفیه که نوشتین؟ شما رو نمیگم که فرستادیدا، اون که تو بالا بلاگ نوشته روحانی بعد از این رویداد بی سابقه به دیدار علی خامنه ای رفته و به او هشدار داده اگر سپاه رئیس جمهور منتخب مردم را به شیوه های تروریستی از میان بردارد آتشی به پا خواهد شد. نه آقای روحانی هیچ اتفاقی هم نمیفته. من تا حالا صدها رئیس جمهور مردمی رو در صدها کشور در همون ایران و اینا از بین نبردن. چی داری میگی آقا دلت خوشه؟ آتشی به پا خواهد شد که تر و خشک را خواهد سوزاند. خامنه ای دستور ویژه صادر کرده درباره این اقدام بسیار خطرناک تحقیقات کامل به عمل آید و از روحانی خواسته قبل از نتیجه تحقیقات سپاه را متهم نکند. بر اساس اطلاعاتی دیگر این نقشه تروریستی توسط بازرسی ویژه ریاست جمهوری کشف نشده، بلکه توسط یکی از سران سپاه که مخالف ترور روحانی از طریق سقوط هواپیمای هاون وی بوده است لو رفته است. خب حالا چیکار کنیم؟ در اصل ممنونم از اون دوستی که فرستاد که بخونیم ببینیم توی ایران هم چه شیر تو شیری هست. و اما این کلمه اینسنس یعنی معصوم، بیگناه، کلمه جالبیه و خب تو دادگاه استفاده میشه. بعض وقتا بچه‌ها یه کارهای قشنگی که انجام میدن میگن این معصومیت کودکانه بچه ها هست. بذارید من یه چیزی رو که یه دوستی برامون فرستاده اینجا اگر بتونم فول پیج به شما نشون بدم. بله موفق شدم، یوهو موفق شدم، یافتم. اوکی اینم از این، میریم سراغ بله. عکس ها چقدر قشنگه، های کثیف و خسته، کلاه گشاد سرش، ولی اون سگ کوچولو پشت نشسته و تکیه به هم دادن و
در چه فکری هستی خوشگل خانم دختر ناز؟ و اما اینم نوشته ریپورت کارد. ریپورت کارد اینجا همون کارنامه است که هر از 3 ماهی به ما میدادن، 3 ماه اول، 3 ماه دوم، 3 ماه سوم. بعد که اومدیم هنرستان یه جوری مثل دانشگاه بود، تقریبا ترم به ترم بود، 2 ترم فقط ما داشتیم، ترم اول ترم دوم یا نیمه اول نیمه دوم. این ریپورت کارد دستش نشسته در خونه، خب اون سگه هم که داره تو گوشش میخونه، البته تو گوشش نمیخونه، این سگا هی لیست میزنه. و اما این چقدر قشنگه، اینجا رسمه اینایی که مزرعه دارن اینها، برای بچه هاشون این پونی های کوچولو رو میگیرن، این سگای اسبای کوچولو که نمیدونن چه کسی نژاد اینا رو اینجوری عوض کرده، بهش میگن پونی و اینو میگیرن تا این یاد بگیره بعد که بزرگتر شد با اون اسبا. و اینا هم خیلی بامزه هستن، بعض وقتا اصلا یک کسی که تولد داره چند تا از اینا رو کرایه میکنه، میارن با ماشین بچه ها رو سوار میکنن، اینها بچه ها خیلی لذت میبرن. اینم یه خوک کوچولو رو این آقا کوچولو گرفته و بغل کرده با اون چکمه ها. چه لبخندی، چه لب، واقعا چه چیزی زیباتر، چه چیزی قشنگتر، چه چیزی دلنوازتر از لبخند این بچه هاست. خوکه هم داره میخنده، بلا گرفته. خب اینم بچه داره به اصطلاح فشار میده آب بیاد، آقا سگه هم داره آب میخوره. ما یه دونه سگ داریم درست این اینه، گفتم بهتون من با وجودی که خودم سگ ندارم 4 تا سگ دارم، بچه هام دوتا سگ دارن، بعضی وقتا اینجا که میان 4 تا سگ ما داریم. این گربه هم که اینو گرفته میخواد بره بالا، گربه ها خیلی بلا هستن. به به، به اینا چی میگفتیم؟ کره میگفتیم، بچه های بره توی بهار اتفاقا خیلی زیاد بود. و این دوستان قشقایی که اتفاقا اون روز از یکی پرسیدم، رفته بودیم کندی سنتر با یه خانم ترکی صحبت میکردیم که اسمش سیرین بود، ما فکر کردیم شیرینه، و ایشون راجع به قشقایی ها اینا که صحبت میکردیم میپرسید که آیا اینا جیپسی هستن؟ گفتم نه، اینها جیپسی نیستن، اینها به اصطلاح مایگرنت میکنن، یعنی مثل مهاجرن ولی تمپراری، به صورت موقت از یه جا مهاجرت میکنن یه جای دیگه. البته اونا هم کم کم هی دارن ساکن میشن، چون این کار مال موقعی بوده که طرف بلد نبوده که مثلا تابستون چی بکاره، یه جایی نگه داره برای زمستون. تابستون اینجا گلشو میچرون، بعد زمستون که میشد میرفت به طرف اهواز آبادان، بعد دوباره تابستون که میشد برمیگشت میرفت به طرف یاسوج و اینها و الی آخر. الان جایی شده که بلد شدن هم چه ایران چه دنیا زمستون چی بکارن، تابستون چی بکارن، چه جور نگهداریش کنن. شما در هر فصلی از سال اینجا بری، هندونه هست، انگور هست، خربزه هست، خب این میوه‌های فصلی دیگه اون اسم خودش رو از دست داد رسمی. و اینم عشق و محبت بچه‌ها به حیوانات هست که چجوری این چتر رو گرفته رو سر این گربه که خیز نشه، گربه خیلی از آب بدش میاد. خب اینم این دختر خانم کوچولو آمده اینجا و حالا از کجا ما چرا میدونیم این دختره؟ خب چون زیباست میگیم دختر. بله، داره خوراک میریزه برای این کبوترها روی برف، چون اینها وقتی که درخت ها خشکه و برف هم نشسته باشه خب از لحاظ خوراک اشکال دارن. ولی بعضیا باور دارن اگه این کار رو من و شما انجام بدیم اینا رو تنبل میکنیم و اگر ما بهشون خوراک ندیم بعدن اینها میمیرن و نمیتونن خوراک تهیه کنن. هماک یا این گهواره، نمیدونم ننو، این مخالفت شیرازی ها و تهرینی هم اینه، ما به همه چی او میگیم، حالا که رسید به ننو میگیم ننی، به سمنو میگیم سمنی. ببینید این سگ و گربه ها چجوری نگاه این بچه میکنن و در این فکر هستن که ای کاش یه رای پیدا بشه ما بپریم بالا و در بغل این باشیم. این سگم که از خود این آقا پسر بزرگتر، اینجا باور کنید یه سگای هست قد اسب میمونه، وقتی مثلا میبینیش اصلا وحشت میکنی، پیش خودت میگی اگه یه وقتی خواست حمله کنه من چه خاکی بر سرم بریزم. اینم چقدر قشنگ، چقدر با محبت نشسته. یه بار دیگه نشونتون بده پشت سر این بچه و هر دو دارن به آب نگاه میکنن. اینم این
بچه و اون سگش و اونم عروسگ یا خرس اسباب بازیش در گهواره. و اینم آقا فیل که این بچه کجاست؟ احتمالاً سنگاپور و هندوستان و نمیدونم ویتنام، فکر نمی کنم فیل اونجا باشه. این هم از محبت و دوستی بین حیوانات و انسان. و این هم فکر کنم مصنوعی باشه، چون یه بار دیگه من یه عکس رو دیدم که میگفت که ای کاش دختره آرزو میکنه ای کاش این توتی حقیقی بود. و ببینید بشر چه به سر حیوانات میاره، چجوری حیوان به این بزرگی عظمت به این قدرت رو بند سوراخ کرده تو دماغش و یه چیز قلاده یه انداخته گردنش، اون چوبه اون زیر. ببینید اینجا این چوب که لابد بعدن برای زمین چیز کردن و اینها. و ببینید الان اختیارش رو دست یه بچه کوچولویی داده و به خاطر اینکه حساس ترین جای صورت این رو سوراخ کردن و بند رد کردن، چه ظلمایی ما میکنیم. و اینم چقدر زیبا، این بوزه بچه بوز و بچه انسان. و اینم گربه و توتی و پرنده و خوراک و اینها و این دختر خانم بسیار زیبا و دوست داشتنی. و اینم آکواریوم هایی که بعضی وقتا واقعا آدم وحشت میکنه، میگه الان اگر این شکست این شیشه و اینها چه خواهد شد؟ در سر تا سر دنیا مردم اونایی که حیوان دوست هستن دارن فعالیت میکنن که این باغ وحش ها این قفس هایی که حالا چه صورت آبی چه صورت میله‌ای برای این حیوان ها ساختن، اینها برداشته بشه و اینها به اصل خودشون که همون طبیعت هست برگردن. این هم یا اسکیموها هستن یا نمیدونم قیافه های ترکمن هم اینجوریه، در صورت اون شمال کره زمین که میریم به این صورته. و اون سگم این همه پشم داره برای که بتونه توی اون سرما دوام داشته باشه. و این هم گاوهایی که شاخهاشون مثل این ریندیر هست. و چه خوابی کرده این بچه و میبینید که چند تا از اینا اینجاست. و این نمیدونم چوپونش اگه این باشه که چه چوپان خوبیه، اون از اونجا از پشت شیشه داره به این بچه صحبت میکنه. این خوکچه یعنی خوک کوچولو هم چه کیفی کرده در بغل این دختر خانم. و این سگی گفتم بعضی هاشون بزرگن، هر دو روی مبل دارن بیرون رو تماشا میکنن. به به دوستی و عشق و محبت، به 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 واقعا چی بگم. این خارپشت آمده اینجا داره آب میخوره. اینم باز اینهایی که توی تبت هستن فکر کنم. و ببینید هیچ چیزی به غیر از محبت و عشق نیست که ترس رو از بین میبره که شما بیای با یه حیوان 2000 پوند یعنی 1000 کیلوه یه تونه. این بچه من فکر نمیکنم 20 کیلو هم باشه، ولی میاد جلوی اون 1000 تونی وای میسه و اون سرش رو میاره پایین که این بتونه ببوستش. چه خوشگل. این هم مثل ما همیشه در حال عکاسی و فیلم برداری. و اونم چه پوزی. این کلمه پوز دادن همون پوز یعنی شکل گرفتن جلوی دوربین اینها. به به این از این سگا بود بهتون گفتم که بعضی هاشون واقعا از آدم بلندتر و بزرگتر هستن. خب اینم باز زیبا و قشنگ. ممنونم از اون دوستی که این رو برای ما فرستاده. اینم حتما هندوستانه یا یکی از همون کشورها. و میبینید که گاو رو برده در آب و چجور باز این بند در دماغ گاو مثل هم افسار که میگن. اولین بار کی به فکرش هسته بیاد این جانور رو بگیر و دماغش سوراخ کنه نمیدونم. این مثل موش میمونه ولی اندازش قد خرگوشه. چیه؟ پس این خرموشه. خب اینم پنگوئن. این پنگوئن ها شکل آخونده هستن، اون وقتی را میرن مثل همون هم را میرن. خب این داره موزیک میزنه و این سگم چه کیفی میکنه، چه عشقی میکنه. به 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 همینجوری که اینها خندان هستن، امیدوارم شماها هم پیوسته دلتون شاد و لبتون خندان باشه. اینم یک خرگوش. من یادم میاد در بچگی یک خرگوشی هم داشتم که فکر کنم دوربین عکاسیمو داده بودم اون خرگوشو گرفته بودم.
هرچی هم پول روزانه داشتم میرفتم از بقالی، از سبزی فروشی مشق غلام حسین بود چی بود دم سر تنوره بغیری ها هویج میخریدم میدادم به این و این با یه ذوق و شوق میخورد و من هم لذت میبردم. به به، اینم مرغ رو گرفته، چه نوازش. به به، این که دیگه نشسته روی این. این حیوان ها حیوان های عجیبی هست، اینا رو توی پرو و کشورهای اسپانیش و اینا زیاده. اگه از دستت عصبانی بشن توف میندازن و در توف انداختن مهارت خاصی دارن. این هم خر و کره، خر و کره انسان. خب این هم پرنده های دریایی و این هم مرغ و سبد و چی بگم. اصلا آدم اینا رو که میبینه دلش میخواد تلویزیون رو ببنده بره دنبال کار و زندگیش و از این همه حرفای بیهوده مثل افرادی مثل آقای حخا، مثل آقای سعید شمیرانی و اینها. اینم آخریش. بای. اوکی، ممنونم از دوستی که این رو برامون فرستاده بود. بذارید اصلا بگم کی فرستاده بود، فکر کنم بله، دوست عزیزمون آقای علی شیرازی. علی جان ممنونم ازت، مرسی. خب اولین هتل کپری، کپر میدونید چیه؟ تو شیراز ما به این سرپناهی که به هر صورتی درست میکردن، عشایرها با یه چیزای بافتنی دارن که پشمه، یا بعضیا با مقوا و با حصیر و اینها، هر وقت یه جایی یه سرپناهی بود ما یاد گرفته بودیم به اینا بگیم کپر. حالا کلمش از کجا اومده و اینها هیچ وقت فرصت نکردم نگاه کنم توی به اصطلاح چی میگن لغتنامه فارسی. حالا این عکس‌ها رو هم با هم ببینیم اگه این دستگاه اجازه بده. نوشته اولین افتتاح اولین هتل کپری جهان در کرمان. نخستین مجموعه هتل کپری جهان برگرفته از مصالح بومی منطقه جنوب کرمان در شهرستان قلعه گنج آماده بهره برداری است. اولین هتل کپری ایران در منطقه قلعه گنج جنوب استان کرمان با توجه به ساختار فرهنگی و با بهره گیری از الگوهای معماری منطقه طراحی شده است که برگرفته از فضاهای اقامتی بومی منطقه است. دوستان ببینید باز به اون اقلیم، بوم، به جا باید چیز کنیم. شما توی یزد میان یه خونه ای میسازن که اون بالاش بادگیر باشه که چون یزد کویر گرمه خنک بشه. یه جای دیگه یه خونه ای میسازن که اصلا هوا داخلش نره، گرم بمونه. شما اگه اون خونه رو ورداری ببری بذاری تو یزد، این خونه رو به هر کسی مجانی بده داخلش نمیره. اینه که این سیستم هی نگید تو سوئد آقا پادشاهیه، تو نمیدونم فلان جا. باید ببینید، باید یه کسایی بشینن تحقیق کنن ببینن توی اون جغرافیا، توی اون اقلیم، توی اون منطقه ایران چه سیستمی به درد اون منطقه میخوره. طبق گفته جهانشاهی، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان، 31 کپر با ظرفیت 60 نفر اقامت در مساحت 1 هکتاری ساخته شده است که مانند هتل دارای پذیرش، اتاق، سرویس‌های مجزا با طراحی محلی و بومی است و فضاهای اقامتی منطقه قلعه گنج از متریال و مصالح چوب ساخته شده و از پوشش گیاهی منطقه به خصوص تنه درخت خرما از آن استفاده می شود که کپر نام دارد. این شکل چند تاشو با هم انداخته، این داخل یکیشو قسمت اتاق خوابش رو نشون میده. این باز چه متکایی، من عاشق این متکایی گردم. اینجا متاسفانه گیر نمیاد، اینجا متکا بهت میفروشن، میذاری زیر سرت، نصفش میره اوبر، نصفش میاد اینجا. صبح که بلند میشی تا یه نیم ساعتی مثل ماشینایی که سندربورد شکنده بود کج کج را میری از گردن در. و اینم دوش و حمام، و تو ایران مثل که میگن سرویس بهداشتی و جالب، توالت و حمام و همه چیش یه جاست. یعنی اینجا این دوشش و اینها هست. این عکس از بالا گرفتن و اینجا این برای دستشویی و توالت و اینم برای دستشویی. خب این اگه یه نفر رفت اونجا دوش گرفت آمد بیرون، بعد نفر بعدی که میخواد بره اونجا که این خیسه. من اتفاقا یادم میاد توی ایران یه آپارتمانی ما اجاره کرده بودیم در خیابان قدمگاه. اون از اونایی بود که خب تازه هم تو
ایران حمام می آوردن توی به اصطلاح خونه ها و اینها، و اون توالت و به اصطلاح توالت و حمامش دوشش یه جا بود و خیلی بد بود اگه یه نفر میرفت دوش میگرفت، تا یه مدتی اینجا بخار آب، خیسی آب مانع میشد که نفر بعدی بره اونجا توالت، دستشویی. چرا بهش میگن قضای حاجت؟ اینم بله دوباره قسمت‌های مختلفش نشون داده. این نشون میده که چیزای محلی با یعنی با چیزای مدرن دارن با هم یه سرویس جدیدی رو ارائه میدن، از اون وسایل محلی استفاده میکنن چون حمل و نقلش آسونه و اونجا زیاده، و از اون برم از چیزای لوکس و شیک استفاده میکنن. این کار بسیار قشنگه. شما اگر دامینیکن ریپابلیک برید، اگر هیتی برید، اگر مکزیک برید، میبینید که اونا هم همین کار میکنن. یه سری پوشال و یه سری یه دونه چوب وز کرده بالاش چیز گذاشته، بعض وقتا اتاقهایی که بهتون اجاره میدن همین جوریه، از چیزای محلی استفاده میکنن. اینجا گفته بود متریال، متریال همون مسائل به اصطلاح وسائل و ابزار همونجاست. اینا هم خیلی قشنگ و خوب و میبینید شیک. امیدواریم که اینها هم من و شما اگه رفتیم ایران بریم حمایت کنیم، بریم اونجاها و همین خاطرش خوبه دیگه. دوباره همون نخستین مجموعه هتل کپری برگرفته از مسائل بومی، میتوان تورهای دو روزه و یا سه شب را برای جنوب کرمان در نظر گرفت. ببینید که این فکر کنم این عکس ماکتش هست، عکس شاید هم عکس خودش باشه، کاری نداره که چون این روزا اول ماکتش رو میسازن بعد بر اساس ماکتش اون اصلش رو میسازن. این هم از این ماجرا. خب بله، من دیروز یک نواری رو، اونم فکر کنم باز آقای علی شیرازی فرستاده بود، از آقای بختیار فرستاده بود که همون روزای اول جنگ ایران و عراق با یک تلویزیون فرانسوی صحبت میکنه. میدونید که معمای بختیار توی 4-5 روز اول جنگ مونده و نه این وزیرایی که زنده هستن نه خودش تا موقعی که زنده بود جرأت و شهامت و مردانگی داشت که بیاد بگه چی کار کردن، و به خاطر همین که ما یه جایی بودیم و نمیگیم، صحبت‌های هست که میگن بختیار اون موقع رفته بود عراق با صدام حسین معامله کرده که شما بیا خوزستان رو بگیر و خوزستان رو جدا کن و بده دست ما و ما اونجا میایم خودمون رو میکنیم استاندار شما و فلان از این مزخرفات. و آقای بابک هروی کار بسیار جالبی کرده بود، یه تحقیق چند مدتی انجام داده بود، چندین برنامه اجرا کرده بود. امیدوارم بابک هروی باز بعد از اینکه اوضاع و گرفتاری ها و ایناش کم شد یه مقداری بیاد در این باره صحبت کنه. دوستان اگه عاشق بختیار هستید، وظیفه شماست که یقه آقای دکتر منوچهر رزمارا، اون آقای کیه چند تا آقای خادم، من آقای خادم اینجا دیدم، چند تا وزیر هنوز زنده هستن از این کابینه 37 روزه، بگیرید بهشون بگید وجدانن شرافتن چی بود ماجرا. تا شما زنده هستید بگید و از زیر دین ملت بیاین بیرون که این تاریخ اقلا یه تاریخ درستی باشه. و الا آقای رزمارا میاد میگه ما رفتیم توی کشور عربی. آقا این همه کشور عربیه، بگو کدوم کشور. بعد صبح رفتیم صبحونه خوردیم، اینو دکتر رزمارا گفت، دوستان فکر نکنید من دارم مزخرف میگم. رفتیم صبحونه خوردیم برگشتیم دیدیم یه کیفو چمدونایی گذاشته بودن. حالا این میگه کیف، یه کیفای سامسونت میگه، میدونید کیف سامسونت انقدی داریم، کیف سامسونت انقدی هم داریم، چمدون هم داریم که این دوستان لابد بهش میگن کیف. خلاصه پر پول، پول نو جدید، میدونید که پول نو کمترین حجم رو میگیره. بعد میگه من فکر کردم این چمدونا رو بهمون سوغات دادن، این پولا کاغذه که این چمدونا له نشه. دیدی کفش میخری توش کاغذ گذاشتن؟ میگه بردم به اتاق اونوری، اونوری گفت نه آقا اینا پوله. بردیم تو اتاق آقای نخست وزیر. شما حالا به من بگو چه کشوری بوده که همه اینها رو برده در قصرهای مختلف بهشون جا داده. ببخشید من این عینکم رو، این لکه ها از کجا میاد؟ لکه رو چشم ما، ببخشید
به اینا جا داده و مکان داده، خب چی میخواستن ازتون؟ این پولا رو برای چی دادن؟ ایشون میگه ما رفتیم تو اتاق آقای بختیار، تو اتاق آقای بختیار دیدیم ای بابا کیف اون از همه ما بزرگتره. هیچ وقت نگفته چند پول توش بوده، 100,000 دلار، 1,000,000 دلار. راستی تو کیف سامسونت چقدر پول نوجا میگیره که مال اون دو برابر بوده، ولی میگه ما همه پولا رو دادیم به اون. چیز کرد بابک هروی میاد میگه آقا من فامیلای خودم گرسنه و در به در بودن، اینها به هیچ کس کمک نکردن، اینها دروغ میگن. حتی شایعاتی هست که این کلینیکی که آقای منوچهر رزمارا گویا در پاریس داره از این پوله است. آقای رزمارا شما سنی ازت گذشته، همینجوری که آقای برنی سندرز میگه بابا برای کجا میخواین. و دیروز یه دوستی داشت برای من میگفت که اینایی که خیانت کردن به ایران، مخصوصا این ارتشیایی که این دوستمون میشناخت، میگه آقا همشون به یه وضع فلاکت باری مردن، بچه‌هاشون هم این ور اون ور معتاد و قمارباز و اینها. بعد این دوستمون میگه من تو بانک کار میکردم، ریکس بانک، و این آقای ولیان بود، انگار ساچمه تو دهنش بود، میگفتن شیرین حرف میزنه، آقا بس فواد پاشایی. میگه که این آمده بود و از این سهامای نمیدونم شرکت‌های 500 و اسنای آینس چی خریده بود و میگفت هر چی داشت و نداشت از دست داد و به وضع بدی اینجا گویا فوت شد. اون آقای دکتر عیادی که میگن آقا خیلی خسیس بوده، خیلی نخور بوده، فکر کنم زن و بچه هم نداشته تا آخر عمر، با این همه دارایی باز میگن به وضع بدی مرده. اینجا من از بابک دعوت میکنم اگر بیاد درباره این بختیار بیشتر صحبت کنه. و من با یکی از اینایی که میگفت بچه خواهر بختیار هست و پولهای کلونی رو جا به جا میکرده، البته ایشون میگفت من برای داییم پول میبردم این برور میدادم به این و اون، به کی میبرده میداده و کجا برده و چقدرش خود خورده، صحبت کردن. دوستان همش ماجرای پول بوده و هیچ کدام از اینا به فکر ایران نبودن. اینها وقتی هم که ایران به قول خودشون امن بود توی ایران نبودن، بچه هاشون همه تولید خارج، اگه خودشون هم وقت نمی کردن زنه رو می فرستادن خارج، می گفتن حالا برو اونجا یه بچه درست کن پاسپورتش حتما خارجی باشه. پارسا جان ببخشید جواب دیر شد، دست درد نکنه که هرچه از خیانت بختیار به کشور و ملت بگوییم باز هم کم گفتیم، چون به قول جواد خادم وزیر مسکن و شهرسازی او، دولت بختیار یک دولت گذار به جمهوری اسلامی بود. خادم اینو گفته و بختیار آمده بود که راه را برای خمینی و بازرگان صاف کند که کرد. در زیر چند ویدیوی کوتاه از خبربین را، این را آقای بابک هروی برام نوشته، خبربین را گذاشتم که همه سند ادعای من محسوب می شود. در مورد ویدیویی که شما فرستادید، مهمترین نکته این که این ویدیو درست بعد از حمله عراق به ایران گرفته شده و خبرنگار با سوال در مورد این که آیا بختیار در عراق بوده یا نه، اشاره به حضور بختیار در 5 روز اول حمله عراق به ایران دارد و نقشه اشغال خوزستان و حکومت بختیار در آنجا. بختیار در 5 روز اول منتظر بود که صدام خوزستان را از ایران جدا کند که این بی همه چیز هم در آن خطبه به نام صدام بخواند. یکی دیگر از مهمترین مسائل که در ویدیوهای زیر هست، ترس بختیار از ابراز این است که در قیام شاهرخی دست داشته و اینکه به دروغ در جواب سوال اینکه آیا شما با کودتا در ارتباط بودید، ایشان با در کمال وقاحت جواب میدهد نه و به کل انکار میکند. دوستان 5 تا ویدیو اینجا هست، روی خبربین هست، اگه میخواین برین اونجا، اگه نتونستید پیدا کنید برای من ایمیل بزنید تو براتون بفرستم. باز هم از بابک هروی دعوت میکنیم بیاد و این ویدیو هم چون روی یوتیوب هست، من اگه اینجا نشون بدم ویدیوی ما رو ریجکت میکنن. و اینجا نوشته حداقل اجماع بین الملل میدونم، نه اینو همه کشور، بختیار هیچگاه فاش نکرد. اصلا تیتر ویدیویی که این رو هم علی شیرازی فرستاده و ممنونم همینه، بختیار هیچگاه فاش نکرد. شما دوستان به من بگید چرا اینها فاش نمیکنن. و دیروز یکی از دوستان لطف کرد و کتاب اول فارسی رو برای من فرستاد، بذارید من بهتون بگم که اشکال شاه و اطرافیانشون چی بودن و چرا از همون اول یک حس
حقارتی در من و شما و دیگران به وجود آوردن که ما فکر میکردیم خب مگه ما چمونه که بابامون اینقدر شبانه روز کار میکنه ولی زندگیمون اینجوری نیست. ببینید دوستان، این کتاب کلاس اول سال 1339، نگاه کنید دوستان، ببینید این حکومت چقدر از مردم ایران غافل بوده. بذارید من براتون، بله پیج دن، البته که باید بسم الله الرحمن الرحیم میگفته آقای شاه اسلام پناه، بعد عکس خودشون، نمیدونم اون موقع مثل که همسر نداشته یا در حال پنچرگیری و تعویض همسرها بوده، عکس اشرف پهلوی رو گذاشتن اینجا، ولی ما که رفتیم مدرسه عکس خودش و فرح بود، بعد دوره های بعدی دیگه عکس خودش و فرح و نمیدونم بچه و ماشالله از لحاظ بچه هم که اینایش رو که مردم میدونن گویا 5-6 تا هست، اونای دیگر رو که نمیدونن و پول دادن و خونه خریدن که طرف ساکت بشه خدا میدونه. به سال 1326 به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی تشکیل یافت و اساسنامه آن به مورد اجرا گذاشته شد. ببینید هیچ چیزی ملی، هیچ چیز ایرانی نیست، همش ارتش شاهنشاهی، بانک نمیدونم فلان. اینا اشتباهشون ای بود دوستانی که طرفدار پادشاهی هستید. اگر بانک ملی، ببینید خمینی هم که اومد عوض نشد، بانک ملیه، ولی بانک شهریار عوض میشه. اینا هم اگه حماقت میکردن میذاشتن بانک خمینی، نفر بعدی که بیاد عوض میکنه، ولی بانک ملی، بانک سپه، بانک اینها میمونه. اینها عاقل نبودن، اینها اشتباه کردن، اینها یابو برشون داشت. خلاص طبق بند ب از سومین ماده این اساسنامه، کمک به فرهنگ و، حالا ببینید دوستان، اینو اول کتاب فارسی کلاس اول گذاشتن ها، اول کتاب فارسی 122 صفحه‌ای سال 1339. دیروز با یه دوستی صحبت می‌کردم، میگه آقا سال 1350 تولیدات ما نمیدونم از اون صنایع مادر، میگم آقا صنایع مادر کجا بود؟ چرا شما گول خودت میزنی؟ بعد میگه ما چیز میکردیم. اتفاقا همین علی آقا یه ویدیوی دیگه برای من فرستاده، یه آقای دکتری آمده با دکتر نوریزاده صحبت میکنه، آقای نوریزاده واقعا ننگ بر تو، خجالت بر تو که حالا چون رفتی دستبوس فرح پهلوی، حالا میخوای اون پنجه های خونین خودت رو که در جنایت با آخوندها شریک و سهیم بودی اینجوری پاک کنی، داری تاریخ رو واقعا تحریف میکنی، نه تعریف ها، تحریف میکنی. این مردی که آمده اونجا نمیدونم وزیر چی بوده، میگه ما در اون موقع داشتیم رشد اقتصادی داشتیم. گفتم بله ایشون درست میگه. این دوستمون نوشته آقا چه رشد اقتصادی، بندر فلانجا و اینها کشتی ها وایساده بودن، مردم از اون ور کم بود، از اون ور اینها نمیتونستن اینها رو ترخیص کنن. این رو آقای آریانپور هم گفته بود. بعدن این مردک میاد میگه ما رشد اقتصادی داشتیم. گفتم خب رشد اقتصادی تو جیب خودش و زنش و بچه‌هاش اینور اونور بوده، ولی رشد اقتصادی دولت و مردم ایران که نبوده که. ببینید حالا اینا رو برای اول کلاس اول نوشتن، همین جوری ردیف کردن، کمک های نقدی و جنسی و اینها، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، دوباره باز توضیح فلان اینا. این جالبه دوستان، تصاویر رو ببینید، کتاب اول دبستان حق چاپ محفوظ است 1339. دوباره یادآوری آموزگاران ارجمند، این عکسایی که گذاشتیم و زیرش نوشتیم فعلا برای یاد گرفتن نیست، فقط عکس‌ها رو نشون بدید تا بچه‌ها عادت کنن. این دارا است، این آزره. بعدن یادتون شده بود دارا و سارا دوره ما، ولی این دارا است، این آزره، این توپه، این عروسکه، این. حالا چند نفر از من و شما اون موقع که مدرسه می‌رفتیم کلاس اول، من و شما با شورت و با این پیرنهای رنگی تو خیابون و تو کوچه بازی میکردیم، دختر خانم‌ها با این لباسا تو خونشون بازی میکردن. اینجاست که یک جامعه ای اگر ملت، یک دولتی اگه ملت خودش رو نشناسه، اگه بیاد اینجوری ببخشید میگم گندگوزی کنه، زرزر کنه، ارعر کنه، هیچ نتیجه‌ای نمیگیره جز اینکه مردم هی ازش جدا میشن. چند نفر از شما دوستان از این قطارهایی داشتید که تو خونتون ریلش هم میذاشتید، هواپیمام اون و ماشینم اون و سگتونم اون و خواهرتونم عروسک تو بغلش.
بعد ببینید باز این اسباب بازی ها اینجوری پایین. والله ما تو شیراز یه چیزی داشتیم بهش میگفتن چلک مسه یا میگفتن الک دولک. یه چوب کوچیکی رو میذاشتیم رو دوتا آجر میزدیم زیرش مینداختیم بالا شوت میکردیم، اینم تو سر کدوم بدبختی میخورد، تو سر کدوم مادری میخورد که رفته بود نون بگیره خدا میدونه. بعد که یکم پیشرفته شدیم جمع میشدیم 10 نفر پول روزانه و هفتگیمون رو جمع میکردیم، یه توپ میخریدیم بازی میکردیم، یه مشتی فوش بهمون میدادن، یه مشتی نفرین بهمون میکردن، توپه تو خونه هر کی هم میافتاد چاقو مینداختن توش مینداختنش بیرون. دارا با توپ بازی میکند، آذر با عروسک بازی میکند، با بازی توپ با عروسک فلان، عروسک سارام که ببینید مجهز گالسکه میاد همراهشو چی میاد دوستان. 1339 هر کدوم از شما زندگیتون اینجوری بوده تماس بگیرید تا من ببینم شما هم جزو 1% آمریکایی مثل آمریکا بودید یا نه. توپ دارا تازه بزرگم هست، عروسک آذر هم بزرگه، فکر نکنید از اون عروسک های پنگزاری زشت بود دستش قطع میشد پاش قطع میشد، نه اینا دوتاشون بزرگ، اون داراز اون آذر اون فلانه این اینه بله اونم دبستانه. حالا دبستانا دوستان من یادمه من 3 تا دبستان رفتم، یکی دبستان شعله توی بی بی دخترون، یکی دبستان پهلوی که این ننگ بر اینا اقلن به خاطر اسمش ببخشید، یکی دبستان مزفر یکی دبستان پهلوی. دبستان پهلوی توی خونه خرابهی زیر یه تاقی بود تو کوچهی پشت باغ قوام، هر کی میگه نه من فکر کنم همونجا با این آقای اتحاد با آقای ذکرالله اتحاد الحق یا برادرش هم کلاس بود. یک افتضاحی بود وقتی میرفتی تو دالون تاریکی و بوی توالت خفت میکرد، اسمشو گذاشته بودن دبستان پهلوی. این ننگ بر شما، خجالت بر شما. حالا این دبستانیه که 1339 کشیدن دوستان، میبینید ساختمونش رو، شیشه ها پنجره ها میبینید. یکی از اینا نگو آقا اینو میکشی، اون طرف میگه آقا چرا مدرسه من اینجوری نیست. احمق ها نکنید این کارو. بفهم بعدم تو مدرسه ها تناب بازی و سرسره و بازی بگو. آقا ما تا هنرستان که بودیم دو تا توپ والیبال داشتیم، این آقای میرحسینی هم یادش بخیر همیشه یکیشون نو نگه میداشت برای مسابقه. ماها نمیدونم 70 تا 60 تا تو ساعت ورزش باید به نوبت والیبال بازی میکردیم، یه تیم میرفت بیرون یه تیم میمد. آقا یه ساعت 45 دقیقه‌ای چقدر بود که حالا ما نوبت هم بذاریم و بله داردا دبستان میرود. اینو دیروز یکی از دوستان برام فرستاد، حالا نمیخوام اسمش رو بگم بعدا اگه یه وقت فرصتی شد. اینم خلاصه شما همتون اینجوری مدرسه میرفتید با شورت و پیرن و اینجوری نمیدونم بار. بله اونم هر کسی میبینید تو مدرسه کت و نیمکت ما نداشتیم، میبینید هر کدومون صندلی داشتیم میز داشتیم اینجوری. اینم خانهشون بله، اینم مادرشون اونم باباشون. ببینید وقتی آقای منوچهر گنجی میاد با سربی مصاحبه میکنه میگه آقا در زمان شاه کتابهای ما رو داشتن این آخوندا مینوشتن، ببینید چجوری بوده. اصلا شاه و سیستمش یه سیستم اینجا میگن لرزانی بوده، یه روز میخواسته به طرف تجدد و تمدن بره، یه روز یه دفعه 1400 سال میرفته عقب. خب اینم تو خونه ها که معلومه حتما هممون میز و صندلی و گلم گل تازه باید باشه و هیچ حرفی نیست، میوه هم که پر تا دلت بخواد. خب بله اینجام که ببینید بابامون هر روز روزنامه میخون، مادرمونم بافتنی، ما هم همینجوری دارا با آذر دارن بازی میکنن. بله این چراغه اونم چراغه. خب بازم اقلا دمشون گرم، چراغ نفتی و گردسوز به اینا میگفتن چون فیتیلهاش گرد بود. بله اینو گذاشته اقلا. خب اینم اتاق اونم چراغ برق، اینم شام خوردنشون. هنوز باباها با کت شلوار 1339 بخندید واقعا گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است از آن میخندم. همه اونم اتاق خوابای جدا تخت خوابای جدا داشتیم که نگو و نپرس. بله اینم صبح شد
دارا و آذر و اینها بیدار میشن و میرن و بله اول ورزش میکنن و اینها. اینجوری نیست که دارا برو دوتا نون سنگک بگی بیا ذلیل مرده مدرسه دیر شد، اصلا از این خبرها نبود. بله شانه و مسواک و حوله و صابون، دارا یک شانه دارد، دارا مسواک دارد، حوله دارد، صابون دارد. والا تا ما تو مدتا حوله وقتی میرفتیم حمام عمومی اونا بهمون لنگ میدادن، یک لنگ کثیف و زشتی هی میبردن بالا آفتاب میزدن بهش که فقط بوگندش کم بشه دوباره میآوردن میدادن به نفر بعدی. خب اینم از این لباس ها و کلا و فلان و اینها. اوکی هر کی میخواد این کتاب 122 صفحه است، کتاب اول دبستان. دوستان شما به من بگید کتاب اول دبستان 122 صفحه، معلم بیچاره باید چه کار میکرده با این؟ ای خدا هر چی هر جایی دست میذاری بهش خراب بوده. مثل همین آخونده هست که الان هر چی دست میذاری بهش خرابه، اونم همین بوده. دیروز بازم الان نمیگم کی، یه نفر نوشته بود که آقا نگاه کنید کوروش چی گفته، نگاه کنید اسلام چی میگه. میگم آقا این مزخرفات دروغ کوروش. کوروش 30 تا جنگ کرده، 2 تا 3 تاشو با صلح و آرامش رفته، همه خونریزی، همه کشتار. بعد کوروش بله یه زبلی کرد، یاد گرفته بود تو اگه بخوای دین و مذهب یه جایی رو عوض کنی باید وقت خودتو سربازا رو بذاری برای یه چیزی بیهوده‌ای، و این کارو نمیکرد. میرفت میگرفت و زن و بچه و همه رو غارت میکرد، زنا رو به بچه به سربازا میداد. سربازا کشاورزا بودن، سربازا آدمای گرسنه بودن. چی دارید میگید این مزخرفات رو؟ هر کی هر چی نوشت شما برمیداری کپی میکنی میذاری رو فیسبوک. و اقتصاد مقاومتی، آهان اون آقای دکتری که گفتم دکتر مروچر فرابخشه، اگه این آقا ارزه و وجود داره به جای بهبه و چهچه و عرعر کردن با آقای نوریزاده بیاد بشینه اینجا به من بگه که سال 56-57 که دیگه طلایی ترین نورانی ترین سالهای دوران حکومت شاه بود وضع ما چی بود. همین مردک در مصاحبه با نوریزاده میگه در دوره رضاشاه ما چیز کردیم و نمیدونم تمدن و فلان، ولی در دوره شاه خیلی این کارو نکردن. 2 دقیقه بعدش میگه البته رضا شاه و فرزندش خیلی برای این کار تلاش کردن. آخه پدر سوخته، تو 2 دقیقه قبل گفتی شاه نکرد باباش کرد، حالا دیدی اوضاع خرابه بعد دفعه دیگه نمیارنت چلو کباب بدن گفتی بله شاه هم کرد. اینا رو وظیفه شماست آقای نوریزاده، ولی شما که وظیفه نداری، شما یه پولی داری میگیری در قبالش وظیفت اینه برنامه پر کنی، در قبالش اینه که شما بیای دستبوس فرع پهلوی که عامل اصلی انقلاب ایران سالهای حالا این دوستمون نوشته، اینا علی شیرازی نوشته، نوشته سالهای 1356-57 را من به خاطر میآورم. سالهای اعتصابات، دموستراسیون های میلیونی مردم، خشمگین، ناراضی، کمبود مواد غذایی، کیلومترها کشتی های مملو از مواد وارداتی، شاه بیمار و مردد و و و. جناب دکتر فرحبخش این 2 سال به ویژه سال 57 را از بهترین سالهای رشد اقتصادی می دانند. خب همین دکترای اینجوری داشتیم که اون وقتا بهشون میگفتن سک خور. سک می دونید چیه؟ این خرونا یه چیزی درست میکردن اینجوری می زدن به خرشون، تو ایران بهشون میگفتن سوک، تو شیراز به این دکترا میگفتن سوک خور. چرا؟ یعنی مثل خر باید سوکشون کنی. علی آقا وقتت به خدا با این ویدیوها نگذارو. البته بعضی وقتا باید آدم نگاه کنه که بفهمه همین خوراکه بوده که خوردیم، امروز اسهال گرفتیم، امروز استفراغ گرفتیم. همین آقای منوچهر فرابخش، دوستان اگه میشناسید براش بنویسید، بنویسید سوربی گفت که اگر شرف داری، اگر وجدان داری بیا تا بهت بگیم کجا بوده، چه خبر بوده، وضع اقتصادی، وضع اقتصادی دولت خوب بود یا اون موقع وضع شما خوب بود، بچه هات کجا دنیا اومدن تو حکومت پادشاهی که ایران گل و بلبل بوده، بیان ببینیم کجا دنیا اومدن، شناسنامه هاشون کجاییه، خودتون کجا پولاتونو بردی. ولی یه حسنی داره اینا، هر چی هم میدوزن چون به بانک‌های ایران اطمینان نداشتن و ندارن، چه زمان شاه چه زمان شیخ، احمقا پولا رو میبرن خارج. خارجی‌ها میدونی اینا رو کلک میزنن، اون شرکت پانامایی میگه که مثلا
تو اگه اسمت حسن علیه، به اسم حسن علی بانک با اکانت باز نکن که هر کسی بتونه کنترل کنه. حسن علی میاد میشه مثلا شرکت ABC Limited Liability LLC، بعد دیگه شما نمیتونی پیداش کنی. به اینا میگن پولشویی، اسمشو عوض میکنن، جاشو عوض میکنن، کشورشو عوض میکنن. ولی همه تون این پولا رو به صورت مریضی، به صورت چرک و خون از انگشت و ناخونهای بچه هاتون خودتون میاد بیرون، چه اونایی که تو دوره شاه دزدید بردید، چه اینایی که تو دوره شیخ دارید میبرید و میخورید. حالا هرچی میتونید بیشتر ببرید، بیشتر بخورید حق این مردم رو، بیشتر بدزدید حق این، مثل این آقای شیمیرانی، سکویی به شیمیرانی میگفت، شیمیرانی میگه که کشور ایران انقدر ثروتمنده که همه میتونن مجانی خونه داشته باشن. آقا شما عدد و رقم بلدی؟ برو ببین درآمد نفتی ایران چقدره، برو ببین خرج مردم ایران چقدره، برو ببین چجوری با این درآمد شما میگی من همه ملت میتونن بخورن و مزخرف میگی. ولی آقای شهرام همایون نه یه تامز اپ، تو تامز اپ، وان تام تو تامز. ایشان در این ویدیو در مورد کارخانجات مختلف، صادرات و واردات از سال شکوفایی اقتصاد در 1341 به بعد به تفصیل سخن گفتن، ولی نمیفرمایند چرا این اقتصاد شکوفا به یک بار دود شد و هوا رفت. البته اگر آقای نوریزاده اجازه میداد حتما 100% آن را به گردن انگلیس و آمریکا میانداختند. هیچ کس منکر دخالت خارجی نیست. من نمیخواهم مسائل مطرح شده در این ویدیو را مجددا بازگو کنم، خودتان ملاحظه و قضاوت فرمایید. ما نظر خودمون رو گفتیم. اون دوستان کتاب اول 1339، اون ماجرای ویدیوی بختیار، این ماجرای این مصاحبه آقای نوریزاده که واقعا خجالت آوره. و بیاین تو آمریکا ببینید، این آقای اوباما میگه، اوباما قبل از اینکه رئیس جمهور بشه پروفسور بود و حالا هم تازگی ها اتفاقا یه دفعه رفته بود همین مدرسه که درس میداده. و ببینید این عکس جوانیش که پروفسوری بوده و پروفسور چی؟ قانون اساسی رو درس میداده. اینه که الان این ریپابلیکن های بی سواد هی میگن این نباید برای اون دادگاه عالی یا سوپریم کورت قاضی معین کنه تو سال آخر. اوباما میگه آقا من قانون اساسی رو خوندم و درس دادم. میدونی اون کسی که میخواد درس بده از اون کسی که فقط خونده به صورت تفریحی خیلی باید بیشتر تحقیق کرده باشه تا بتونه اون رو درس بده. در هر صورت یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود، نه چراغ است که خاموش شود، و نه سال است که به آخر برسد، جویباری است ز محبت که همیشه جاری است. دکتر حسابی می‌فرمودند بریم سراغ دکتر حسابی که بلکه یه حرف حسابی بزنه. شاه و شیخ تا حالا هر چی برای ما گفتن ناحسابی بوده. من اولین روزی که این آقای کیومرس فرهومند رو بیارم تو برنامه، چیزای ضد و نقیضی که از ایشون میشنوم میارم و میگم آقا شما از این ور میگید تو زمان شاه هم ما که افسر بودیم، اون که معلم بود باید میرفت دو سه جا کار میکرد، بعد بلا فاصله میگه البته وضع اون خوب بود، میرفتیم از خارج ماشین میآوردیم. دکتر حسابی میفرمودن من از این دنیا فقط اینو دریافتم که اونی که بیشتر میگفت نمیدونم بیشتر میدونست، اونی که قوی تر بود کمتر زور میگفت، اونی که راحت تر میگفت اشتباه کردم اعتماد به نفسش بالاتر بود، اونی صداش آرام تر بود حرفاش با نفوذ تر بود، اونی که بیشتر طنز میگفت به زندگی جدی تر نگاه میکرد. فردی نزد حکیمی رفت و گفت خبر داری که فلانی درباره ات چقدر غیبت و بدگویی کرده؟ حکیم با تبسم گفت او تیری را به سویم پرتاب کرد که به من نرسید. تو چرا آن تیر را برداشتی و در قلبم فرو کردی؟ یادمان باشد هیچ وقت سبب نقل کینه ها و دشمنی ها نباشی. به شیرازیه میگن تنبلی مادر همه بدبختی هاست. میگه باشه، ولی به هر حال مادر احترامش واجبه.
بابا دست از سر این شیرازی ها وردارید و الا با من طرفیدا. خب بذارید من اینو ببینم، حالا نوشته ها اومد این و ما اون وقت حالا اون ور بودیم، حالا این اومد این. من به عنوان نخست وزیر ایران به همه اعلام میکنم که وظیفه حکومت یک کشور به بهشت بردن مردم نیست. وظیفه حکومت یک کشور به بهشت بردن مردم نیست. وظیفه حکومت استفاده صحیح از منابع کشور جهت ایجاد بهترین رفاهیات برای شهروندان است. در واقع دولت کارگر و ملت کارفرماست. ما وظیفه نداریم به اجبار به مردم امور سیاسی مذهبی را تحمیل کنیم. ما فقط آنجایی که نظم و قانون رعایت نشود حق مداخله داریم. برخی از روحانیون از من میخواهند حجاب اجباری برقرار کنم و کاباره ها را ببندم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد و هر کس هم نزد خدا خودش پاسخگوی اعمال خود خواهد بود و معتقدم انجام چنین اموری عواقبی بدتر خواهد داشت. نگاه کنید به زندگی رضا شاه که حجاب را اجباری کرد، نگاه کنید بعد به زندگی اینهایی که الان حجاب رو میخوان اجباری کنن، خدا میدونه که به چه روزی خواهند افتاد. و ببینید این مرد بزرگ تاریخ چقدر قشنگ و زیبا گفت و امروز کجا؟ در احمدآباد راحت خوابیده، روان شاد، یادش گرامی باد، محمد مصدق نخست وزیر ایران. اونایی که میدونن کجا خودشون رو به نفهمی بزنن خیلی آدم های فهمیده‌ای هستن. شخصی مادر پیرش را در زنبیلی میگذاشت و هر جا که میرفت با خود میبرد. روزی حضرت عیسی او را دید و فرمود آن زن کیست؟ گفت این زن مادرم است. او مرا بزرگ کرده است و به گردن من حق دارد و من تا آخر عمرش او را به دوشم میگیرم تا مهرش را پاسخ گفته باشد. حضرت عیسی فرمود او را شوهر بده و خود را رها کن. شخص گفت پیر و علیل است و قادر به حرکت نیست. پیرزن دستش را از زنبیل بیرون آورد و بر سر پسرش زد و گفت آخه نکبت، تو بهتر میفهمی یا پیغمبر خدا. اینم از این جوکایی که فکر کنم بعدن درست کردم. دوباره اینها تکراری شد، برگشت به دکتر حسابی. ما در تلویزیون مردم سعی میکنیم از تکرار مکررات پیشگیری کنیم یا خودداری کنیم تا اونجایی که میتونیم. و اما ساعت 3:37 ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد از ایران خواهیم بود و ببینیم چه میگند و میگن چه میگویند. و دوستان بهایی رو هم هر بار گفتن که دعوت کردن ازشون که شماها میتونید بیاین در برنامه ایشون شرکت کنید. دکتر منوچهر فرحبخش رو گفتم، پروفسور اوباما رو گفتم، گوناگون رو نشون دادم. نیو ایر سلیبریشن این وایت هاوس، چهارشنبه همون موقعی که من با شما برنامه زنده داشتم در وایت هاوس دومین سال برگزاری جشن نوروز بود که با آش رشته و خوردن و خندیدن و اینها بود. و گفتم بهتون من به ماز جبرانی افتخار میکنم. ماز جبرانی این برنامه رو اوپن کرد، خانم میشل اوباما رو معرفی کرد و بعدش هم عکس‌های زیادی آمد که دارن سفره و اینها. و این هم یکی دیگه از نتایج بودن اوباما در کاخ سفید هست و میبینید سفره هفت‌سین میندازن اونجا. البته خب خیلی هم فحش میدن و میگن نمیدونم این حاج حسین اوباما و الی آخر. آزاد هستید هر چی دلتون میخواد بگید، مردم قضاوت میکنن. من هم دیگه کم کم خسته شدم، 100 دقیقه با شما بودم، قبلش هم با دوستان در کانون آوا بودم، حتما ویدیوی اونها را نگاه کنید. آهان، این به سویت برمیگردم رو بذارید، من کالج افوردبیلیتی اینو خوندم ولی به سویت برمیگردم. آهان، اون همون بود. باز میگردم به سویت ای وطن، کانجا بمیرم، دوست دارم بر سر آن خاک گوهرسا بمیرم. اینجا نوشته افشان، این دوستمون نوشته الکس. حالا اگر افشانی اسمت اونجا شده الکسی چه بیام نداره، ولی دوست عزیز اگر شما میگفتی که 10 تا کتاب نوشتی درباره طب سوزنی، 10 تا کتاب ترجمه کردی درباره دانشگاه یا هرچی، با این شعره نمیخونه.
گفتم می نویسم 10 کتاب سوزنی، می برم ایران تا مردم را من کنم دوا. اون وقت منم می گفتم موفق باش، نمی گفتم آقا مگه می خوای مگه قبرستونه. ممنونم، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، بهترین جایی که می تونید بگید و بشنوید تلویزیون مردم بوده و هست و امیدوارم خواهد بود. باز هم از یکایک شما ممنونم. امروز هم یادم رفت اول برنامه بگم که دوستان این ویدیو رو برای دیگران هم بفرستید، به هر جوری، به قلمی، به قدمی. علی شیرازی عزیز، ویدیوهای من رو برای دوستانت میفرستی؟ اگر نمیفرستی چرا؟ ممنون دوستان، به امید دیدارتون. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امشب رضا صادقی در لیزنر آدیتوریوم در واشنگتن دی سی برای اولین بار در آمریکا، بلیتاش اونجا که من نگاه کردم خیلی هاش فروش رفته بود، بلیتای به اصطلاح لوکس و درجه یک شینا، ولی برید زنگ بزنید تماس بگیرید و بذارید یه بار دیگه بهتون، گرچه بعد از این برنامه آگهی ها میاد، بین تمام برنامه ها آگهیش میاد، شماره تلفنش هم اونجا درشت من نوشتم که شما نگید رو عکسش کوچیک بود پیدا نشد. جوینده یابنده است. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش.